بانام خدا و سلام بر شما. به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای از نگرانی‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره نقص حقوق بشر در افغانستان حمایت کرده است. در این اعلامیه که ناوقت دیروز منتشر شده آمده است که آنان از نقص حقوق بشر در افغانستان که بیشتر به امارات اسلامی نسبت داده می شود و محدود شدن گسترده حقوق بشری زنان و دختران و آزادی های اساسی آن است نگران هستند. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در اول جولای در ژنو برگزار شد، در آن گفته شد در ماه‌های اخیر امارات اسلامی در کنار استفاده از زور در برابر زنان معترض بر کار، سفر و نوع پوشش آنان نیز محدودیت‌های وضع کردند که دستاوردهای 20 ساله گذشته زنان را از بین می‌برد. در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با مهمانانم، هر یک آقای احمد سعیدی استاد پوانتون و همچنان آقای شهاب لیوال تحلیلگر مسائل سیاسی که اینجا در استودیو با ما حضور دارن. مهمانان عزیز و بس خوش آمدید میگم. آقای لیوال اجازه بدین در نخست با شما بحث آغاز بکنم. حالا کماکان نزدیک میشیم به یک سالگی تحول سیاسی در افغانستان با آمدن دوباره امارت اسلامی به قدرت. بحث حقوق بشر در طول همین یک سال از موارد حل ناشده بین جامعه جهانی و امارت اسلامی بوده و همچنان ادامه داره. چه وقت به نظرتان این سناریو تمام میشه؟ بسم الله و صلاة و سلام علی رسول الله و به شما، به مهمانان عزیز، به تمام بیننده های عزیز که امین اکنون ما را مشاهده میکنن سلام و درود احترامات میفرستم. چنان شما در جریان هستین امارت اسلامی افغانستان که زمام امور افغانستان را به دست گرفته، اینا سلسله تغییراتی را در اساس حکومتداری با وجود آوردن که تغییر حکومت دموکراسی و تغییر حکومت اسلامی بود که این خود تناقضات فکری با وجود می آورد. یکی از مسائل مهم و اهمی بوده که غرب مدعای حقوق بشر است. غرب قوی ترین انتقادی که بالای امارات اسلامی داره از دیدگاه خودشان، حقوقی را که خودشان برای افراد خود در غرب میخواین، اونا همچون حقوقی را مدعیش هستن که بدبختانه همون حقوقی که مثلا در امریکا یا در بریتانیا و یا در فرانسه و آلمان برای ادبایشان اونا قابل اجرا است و اجرا میکنن، آنچنان حقوقی را بر افغانها اینا اجرا نکردن، حقوق را ندادن. مثلا اینا مدعای دموکراسی داشتن، کدام دموکراسی؟ امریکا و دستیارانشان در افغانستان، دستیاران خارجی و داخلیشان، آیا آنها حقوق افغانها را زیر پا نکردن؟ بله، مراد وقت همی بحث ها از مقامات امارات اسلامی پرسیده میشه آقای لیوال، اونا خود امریکا یا کشورهای غربی را متهم میسازن به نقض حقوق بشر، اما حال در وضعیت هستیم که دنیا افغانستان را متهم ساخته. به موارد بسیار واضحه در همی اعلامیه شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره شده. به طور مثال من در مقدمان به او اشاره کردم، برای نویت کار، سفر و نوع پوشش خانما گفته میشه که از زور کار گرفته میشه. برادر محترم، در اسلام مساوات اصل نیست. حقوق بر مبنای عدالت داده میشه، یعنی حقوق زنها جداگانه است، حقوق مردها، کار مردها، ساحه کار مردها جداگانه است. یعنی غرب مدعی مساوات حقوق زن مرد است که این خود تناقض با شریعت الهی است. زن کارهایی را که مرد میتونه نمیتونه، و اساس اهم شریعت حجاب زن است. زن باید محجبه باشه، زن باید در حدود حریم خانواده خود باشه، زن باید کاسب نباشه، زن باید مجبور به کار کردن شاقه نباشه، زن باید همچون مرد کارهایی را نکنه که بدور از وجود و فیزیک و زورش است. یعنی اینجا خودش تناقض با وجود آمده. امارت اسلامی مدعی حقوق اسلامی به زنها است که غربی که مثلا میگه ما حقوق را به زنها میتیم یا مساوات را ادعا دارن، آیا در غرب همون حقوقی که زنها داره آیا حقوق است یا استفاده از فیزیک و جسم و زیبایی زن؟ ببینین، حتی در اعلان کردن صابون و شامپو و بسیار چیزهای ابتدایی از زن استفاده شده، حتی به خاطر معاینات طبی و به خاطر مسائل بسیار خطرناک از زن استفاده شده.
غرب مدعای حقوق زن نیست، بلکه غرب زن را هدف و تارگیت علیه امت اسلام استفاده میکنه. این ما باید درک بکنیم. ببینید حقوق زن در شریعت الهی یکی از حقوق اساسی ای است که مرد خانه مکلف به ایست که حقوق زن را پرداخت بکنه. زن مکلف به حقوق یا ارتزاقی خانواده نیست. زن بله این بسیار واضح میگن که غرب اشتباه میکنه و امارات اسلامی این مورد را نمیپذیره. ببینید ما قانون غرب را در افغانستان نمیخواییم. غرب اگر قانون داره بر خودش داره، حقوق داره بر خودش داشته باشه. غرب اگر تعامل میکنه، غرب اگر میخواه که افغانستان را در همسایگی خود یا در همسایگی دنیا داشته باشه، باید این مردم را با اساسات دینی و مذهبی خودشان قبول بکنن. تشکر. بله ممنون، بازم به شما برمیگردم آقای لیوال. آقای سیدی شما را به بحث خوش آمدید میگم. حالا بحثی که افغانستان نمیتونه در باب حقوق بشر با دنیا به تفاهم برسه و این است که در اسلام مساوات است، در اسلام مساوات اصل نیست، اما دنیا روی مساوات تاکید داره. تشکر میکنم خدمت شما بیننده ها جناب آقای لیوال، سلام عرض ادب دارم. اگر ما در عمق قضایا داخل شیم، جناب آقای لیوال اون چی که گفتن که در دین اسلام، در ارزش های اسلامی به شریعت مساوات وجود ندارد، تنها عدالت، یعنی مساوی بودن این مرد و زن شرعی و اصولی و دینی نیست. فکر میکنم صحبت ما باید ختم شه، به خاطر ختم شه که آقای لیوال گفتن که تناسب یا مناسبات مساوی بودن قبول نداره شریعت. یعنی گپ خلاص شد، وقتی کسی شریعت تطبیق میکنه، وقتی شریعت حکم کرده باشه دیگه آید بسته. اما من برمیگردم به اصل روزگار. حکومت گذشته افغانستان مطابق کنوانسیون وین، مطابق کنوانسیون های ژنو، مسئله حقوق بشر امضا کرده، متعهد شده. حالا آیا با اون تعهد پالوا توافق دارن یا ندارن؟ یک. دو، حقوق بشر یا هومن رایت در سطح ملی و بین ملی، کنفرانس کشورهای اسلامی یا OIC، کنفرانس کشورهای عدم انسلاب و یک تعداد کنفرانس های دیگه، اینا قوت اجرایی ندارن، اینا تنها ابلاغیه صادر میکنن. اما وقتی اینا قوت اجرایی پیدا میکنه که وزارت خارجه امریکا مورد تایید قرار بده یا شورای امنیت ملل متحد فیصله را قرار بده، حالا که فیصله های دو هفته قبل ژنو وزارت خارجه امریکا و شورای امنیت ملل متحد به حیث یک اصل معیار اعتبار قرار داده، این تبدیل شده به یک اصول و یک مقرره و یک قانون. اما ما اینجا برمیگردیم در افغانستان، وقتی ما به دنیا زندگی میکنیم، با دنیا همگام هستیم، با دنیا یک جا میریم، من بی باور هستم که افغانستان زندگی تنهایی خود نمیتونه. بله بنابراین اون جناب آقای لیوال میگه ما وقتی میخوایم با دنیا زندگی کنیم، از دنیا کمک بگیریم، با دنیا رابطه داشته باشیم، دنیا ما رو به رسمیت بشناسه، با دنیا تعامل داشته باشیم، بعد بعضی ارزش ها و معیارها را با درش منافع ملی ما باید بپذیریم. بله. هدف اینه که این ارزش ها را، یعنی آقای سیدی، حتی برخلاف شریعت باید بپذیریم؟ نه نه نه، ببینید آدم میتونه هر معیار جهانی را، هر معیار جهانی را با ارزش های خودی، یعنی به خودی و داخل کشور او را تطبیق کنه. اگر در حقوق بشری معنا نداره که آدم بسیار لوج بگرده، حقوق بشری معنا نداره که هر چی بخواد بکنه. حقوق بشر از خود یک مقررات اصول داره، یعنی من باید به حق کسی تعرض نکنم، من باید برای کسی تعیین زندگی، تعیین آداب معاشرت، تعیین رفتار، تعیین درس، تعیین تعلیم من نکنم، اجازه بدم که خودش اون چی که انتخاب میکنه قبول باشه. اما وقتی که دیدم که انتخاب طرف مقابل ارزش‌ها و معیارهای اصولی دینی مقررات بر زیر پا میکنه، من حق دارم که من حیث مسلمان به اون مداخله کنم. اما من اینجا برمیگردم که شما جناب آقای لیوال آوردین، ببینید عملا حقوق بشری دفتری داشت در افغانستان رو لغو شده. ما حال شما در افغانستان قانون اساسی نداریم، قانون جزا نداریم، هیچ قانونی غیر از که میگن شریعت. من به آقای لیوال بسیار پیشنهاد میکنم که اکثر مردم افغانستان بشونونی من عاجز، ما عربی نمیفهمیم، شریعت، قرآن، احادیث همه به عربی هست، لطفا همی ارزش هایی که بدار اعتبار همی را به مردم ما عوام که نمیفهمیم از نگاه عربی ترجمه کنن، به ما بگن که ما بفهمیم که اسلام چی ارزش هایی داره. ما تنها میفهمیم که خدا یکی است، پیغمبرش بر حق است، میدانیم که لا اله الا الله محمد رسول، اما تمام ارزش های شریعت اسلامی رو ما مردم نمیدانیم چون عربی نمیفهمیم. قرآن کتابی الله به عربی است، احادیث به عربی است،
این را توضیح تشریح کنم تا مردم افغانستان بفهمند که یعنی شریعت یعنی چی. من شخصا نمیفهم شریعت، نامش شنیدم شریعت، ولی ارزشهایش باید به ما توضیح شه، معیارش به ما توضیح شه، اصولش به ما توضیح شه. بسیار تشکر آقای سیدی. آقای لیوال، اگر میخواییم که جدا از دنیا زندگی نکنیم، باید یک سلسله معیارهای جهانی رو بپذیریم. ببینین، دنیا اگر معیارهایی رو هم ساختن بر اساس بعضی اعتقادات خودشان بوده، یعنی در تمام دنیا اگر ما سیری بکنیم الحادیزم بسیار کم است، بالاخره به یک نحوی اعتقاد دارن، امون اعتقادشان سببی شده که اینا نظامهایی را به وجود آوردن، مثلا نظامهای دموکراسی و لیبرالیزم، سکولاریزم و کپیتالیزم و انواع اینا. اما اصل هدف اسلام نجات دادن بشریت از قید بشریت است، یعنی از بندگی بشر، نجات دادن انسان از بندگی بشر به بندگی الله متعال. الله متعال قانون مکمل به ما فرستاده که قرآن است، و به خاطر تشریح و تفسیر قرآن علمای مفسر زمان قرون پیشین و حال را ما داریم، و همچنان به خاطر حقوق بشریت. بله، در نظام اسلامی چوکات مشخص به این تعیین شده، حقوق فردی، حقوق زن، مرد، طفل، جوان، پیر، همه تشریح شده. ای من منحیث یک آگاه علوم دینی اینجا من ننشستیم که با آقای سعیدی مال و وقت ضایع بکنم تشریح بکنم. یعنی اگر آقای سعیدی میخواین که در مورد نظام اسلامی یا حقوق بشری که اسلام و بشریت در نظر گرفته را شاید مطالعه کرده باشن، اگر وقت داشتن دوباره مطالعه بکنن، سوالشان حل خواهد شد. اما اساسی است، ما در تقابل با غرب قرار داریم، غربی که 20 سال گذشته را اینجا جنگ کردن، ما را کشتن و ایران کردن، و افغان ها قانونشان را قبول نکردن. ببینین طالبان یعنی افغان ها. بل افغان ها چطور قانون را قبول نکردن؟ افغانستان بسیاری از کنوانسیون های بین المللی را در وقتش قبول کرده و امضا کرده. ببینین افغانستان امضا نکرده، دست پرورده های غرب، غلام های غرب و اجنت های غرب مانند غنی، کرزی، فاسدین، غلامان، حلقه بگوشان و یک سلسله از کسانی که ما میتونیم از جل مسعود بگوییم، یونس قانونی و مارشال فهیم، بسم الله خان، اینا کسایی بودند که در بن بر اساس توافق غرب در افغانستان حاکم شدن. همینا فاسد بودن؟ اینا فاسد العرب بودن، قاتل افغان ها بودن، فروشنده افغانستان بودن، فروشنده ارزش های جهاد افغانستان بودن، کسانی بودن که با ارزش های والا، با خون و با قربانی های افغانستان اینا معامله کردن، و زمانی که تنگ آمدن، غرب گریخت، امریکا فرار کرد، اینا هم فرار کردن. کجا هستن که فاسد نیستن؟ من میگم چرا در غرب هستن؟ چرا عالم دهل جنگ میکوبن؟ چرا دوباره هم غرب پای غرب میخواین در افغانستان بکشن؟ کدام حقوق بشر بود در افغانستان؟ من میگم من در 20 سال گذشته که حقوق بشر بود، اینا که بمباردمان میکردن، خانه ها را ویران میکردن، عروسی ها را بمبارد میکردن، خدمه را چرا حقوق بشر جامعه جهانی دیدبان حقوق بشر به خاطر راپور رسانه بی بی سی یک واکنش نشان نداد؟ چرا نگفتن که نیروهای بریتانیایی در واکنش نشان دادن، گفتن هر چه زودتر باید پیگیری شود؟ ببینین پیگیری ها زیاد بود، آخرش پیگیری ها کی به محاکمه کشیده شد؟ قلدری وجود داره، مردی وجود داره که نیروهای بریتانیا را در افغانستان مظالمشان در افغانستان. یعنی میگین که در حال حاضر واژه حقوق بشر یک ابزار است برای جامعه جهانی که میخواد استفاده کنه بر ضد حکومت موجود؟ ببینین حقوق بشر، من یک مثلا میگم، با آقای سعیدی میگم، در افغانستان 30 روز گذشت، بعد از 30 روز و قبل از 30 روز ما خو یک حادثه بشری نداشتیم، حقوق فردی زیر پای ما پای نشده بود، وضعیت اجتماعی بسیار نرمال است. شما خودتان در افغانستان زندگی میکنید، ما باید این را بگوییم در افغانستان کجای حقوق نقض شده. ببینین ما خودم مخالف بربریت و برهنگی خانم ها هستم، ما خودم این را نمیخوایم. وقتی که ما ببینین حکم اسلامی است، یک مسلمان چیزی را که به خود نمیپسنده به دیگران هم پسنده. ما ببینید، اما آقای لیوال، من سوال میکنم، حقوق بشر تاکید میشه به این معنا نیست که باید برهنگی وجود داشته باشه؟ ببینید، ما زمانی که میگم ما دختر خودم، خواهر خودم را به استودیو نمیخوایم،
با جوانهای بیگانه مختلط نمیخوایم که یک جای بشینه، چرا باید مسلمان دیگه بخوایم؟ ببینید این یک اساسات دینی است، یکی اساسات دینی است، یکی اساسات فکری. فکر ما گرفته از ادیان و مذاهب و فکرها و مکتبهای مختلف دیگه بوده که ما را زیر تاثیر گذاشته و او کار برای ما خوبتر مونو میشه. اما یکی اساس دینی است که در پرتو قرآن و سنت رسول الله مبارک برای ما فرمان میده که حلال است، این حرام است. این ما باید درک بکنیم. این حقوق است. حقوق نیست که دنیا به زعم خود قانونای وضعی ببینید در حقوق بشر رفتن به مکتب چی مشکل داره؟ ببینید در حقوق بشری غرب مرد با مرد ازدواج کردن روا است، زن با زن یا مثلا لزبیان میگن روا است. در افغانستان کسی همچون مورد را نخواست. ببینید امین حقوق است. ببینید آقا آهسته آهسته غرب میره بالای ما تحمیل میکرد. افغانستان قبل از فتح امارات چی بود؟ ببینید ما باید حقایق بگوییم. افغانها اگر چی بود میشه شما اشاره بکنید و تمام بفهمیم که چه وضعیت داشته. ما ضرورت به این نیست که اشاره بکنم، مردم خود دیده بودن حقوقی که اینا به خانم ها میخواستن. نه وقت شما میگین که حالا یک وضعیت متفاوت بوده، به حداقل قابل قبول نبوده، اینجا در هر حالش مردم زندگی کرده، همین زندگی ادامه داشته، چه چیز متفاوتی بوده که حال تغییر کرده؟ فجایع اخلاقی ارگ که منبع حکومت بود، اداره حکومت از ارگ بود. خود گواهی است که در ارگ فشا بود و فساد بود، در ادارات کوچکتر از او چی خواد بود. عسکر از بین می رفت و کشته می شد، وقتی بیویش می آمد اکرامیش می خواست، در بدلش خواهشات جنسی از پیشان می شد. ببینین این فساد بود، این حقوقی بود که غرب برای ما میخواد. ببینید حقوق زن در اسلام اگر شریعت جواز کار برش میده باید در یک ماه حول و محیط آرام و اسلامی باشه. اگر اجازه تحصیل برش داده شده در محیط ماه حول و آرام اسلامی باشه. ما هیچ وقت ایده نمیخوایم که خواهر ما دختر ما بی سواد باشه. ما میخوایم دخترم هم دکتر باشه، دخترم هم عالم دین باشه، هم حافظ قرآن باشه. شخص خود میره میخوایم با آینده دخترم هم چیزی میخوایم. این مسئولیت نظام است. نظام انشاءالله در آینده های نزدیک ما شاهد تغییرات مثبت خواهیم بود. و در مسائل مکاتب تا به حال هم نظام نگفته که ما مطلقا بند کردیم، اجازه دوباره مکاتب نیست. اگر گفته باشن باید نظام وضاحت بده. اما چنانی که من معلومات دارم بعد از یک سلسله مشکلاتی که با وجود آمده بود که حل شده و تغییرات و تبدیلات، اما یک سال هست این موضوعات گذشته و شاهد هیچ موضوعی زمانی که نیستیم. زمانی که 20 سال گذشته ما جنگ را تحمل کردیم، بمباردمان امریکا را تحمل کردیم، فقر و گرسنگی و بیداد و ظلم غرب را تحمل کردیم، ما از هموطنان خود میخواهیم که بخاطر یک سال الا شش ماه پنج ماه دیگه هم بیایم تحمل بکنیم. ان شاء الله هرچی برابر خواهد شد. ادامه ی تحول را پس از وقفه دنبال کنید. به ادامه برنامه بازم خوش آمدین. آقای سیدی، اگر ما 20 سال بمباردمان غرب را تانستیم تحمل بکنیم، حداقل میتونیم 6 ماه دیگر هم تقابل روی موضوع حقوق بشر با دنیا را تحمل کنیم. من اخلاقا یا ارزشا و معیارهای فامیلی به اجازه نمیده که به آدرس کسی نام بگیرم، زشت بگم، کسی را خائن بگم، کسی را دزد بگم. اجازتا تربیه فامیلی می اجازه را به من نداده. اما به طوری که میبینم در حال حاضر همی کسایی که در کابینه حکومت غنی بودن، وزیر بودن در گذشته، بعد از اعلای کمیسیونی که طالبا تعیین کرده میآیند به طالبای بزرگ و میدان هوایی و استقبال میکنن، بغلکشی میکنن. اگر اینا همه دزد و خائن و وطن فروشن، این دزدها را چرا اینقدر استقبال میکنه طالبا؟ چقدر محترمانه اینا رو بالا پایین میشنن؟ یک دوم، اگر غرب متجاوز است، کفری هست، ظالم هست که هست، چرا جناب آقای متقی میگوید که امریکا شما ملت بزرگی هستید، ما را به رسمیت بشناسید، ترحم کنین به ما، شما ملت بزرگی هستید؟ این بزرگ کوهسار خواهن است از قرار گفته لیوال. حرف دیگه که من میخوام احترامانه ارز کنم، من پیشتر به جناب آقای لیوال گفتم که
به شاید علوم سیاسی بفهمم، شاید فیزیک بفهمم، شاید کیمیا بفهمم، ولی متاسف هستم که اونقدر زیاد مانند آقای لیوال در علوم دینی وارد نیست. بیرون شد اونقدر که من علوم سیاسی میفهمم آقای لیوال هم نمیفهمم، ولی علوم دینی او از بسیار چند بیشتر میفهمم. ببینید 57 کشور اسلامی به دنیا امروز، شما آقای لیوال یک نمونه بده مانند افغانستان، همچو امارت اسلامی در کجا است؟ قطر یک امارت اسلامیه، 57,000 عسکر امریکا و نشسته است، اسرائیل هم سبا پس سبا رسمیت میشناسه. امارات متحده عربی که میدانهای هوایی هم به او قرارداد کردیم، اسرائیل به رسمیت شناخته، سفارتش هسته، او هم یک امارت اسلامیه. آیا در اونجا دخترها زنها به مکتب نمیره؟ آیا در اونجا هتل وجود نداره؟ آیا تکلیف لباس در اونجا تعیین شده؟ اگر جناب آقای لیوالی تو میگن که تنها و تنها در دنیا ما کشور اسلامی هستیم، تنها ما هستیم، دیگه همه کشورها کافر هستند، اون مسئولی ندارم، مسئولی ندارم. اما طوری که رهبری طالبان میگه، در ایوپیا میگید رهبری طالبان گفت که ما حاضریم به دنیای غرب تعامل کنیم، دنیای غرب باید ما رو کمک کنه. ببینید من خیال میکنم ناانصافانه است که غرب درست از ظلم کرده به افغانستان، تربیت من ندارم. ما میگیم به ما گندم روان کن، به ما پول روان کن، ما رو به رسمیت بشناس، ما رو به چوکی بشان، به ما تیاره بیتین عذر بکنیم. اما وقتی که گپ میشه که ما زد قرب خواه دادیم، ما دانوهاش رو شکستاندیم، ما این تو کنیم، این چی مرخطه این کار باره؟ اگر عالم عد دارستاد باشه بگه قرب بگوی مرگ به تو امریکا، مرگ به تو روسیه، نه از تو گندم میخوایم، نه از تو آرد میخوایم، وطن خود بسانم، چه عذر چی بنا داره؟ عذری چی بنا داره؟ آدم باید یک ارزش بیان کنه. درست است، به این ما میگم که باز تکرار میکنم گپ خور بسایی که الفاظ سیاست میفهمن، ما افغانستان یک خانه تنهایی نیه، یک کلبه نیسته. افغانستان باید به جهان تعامل داشته باشه. من نمیگم که تمام ارزش ها و مرهای جهانی و شمولی همجزگرایی رو افغانستان تایید کنه، ولی اون چی که برای مردم افغانستان سعادت بار میاره، اون چی که برای مردم افغانستان تکامل بار میاره، اون چی که برای مردم افغانستان ارزش داره، اون رو مد نظر بله. آقای سیدی، در رابطه با وضعیت حقوق بشری در افغانستان صحبت میکنیم، از نگرانی های عمده دنیاست که حالا حل شدنی نیست ظاهرا بین افغانستان و دنیا. بحثی است که امارات اسلامی میگه دنیا میخواد از این واژه به عنوان یک ابزار استفاده بکنه. نه ببینید جناب آقای لیوال، اول شما جواب داد، حاجت بحث نبود که بس کن، گفت که در دین اسلام در شریعت مساوات وجود نداره بین مردان، وقتی مساوات در دین وجود نداره دیگه حاجت بحثی داره. اما من خیال میکنم که پروردگار ما گفته ولقد کرمنا بنی آدم، نگفته ولقد کرمنا مردا. می تو خیال میکنم. بله، بسیار تشکر آقای سیدی. آقای لیوال، حالا اگر ما نمیخواهیم که با دنیا رابطه داشته باشیم یا نمیخواهیم که دنیا از ما خواسته داشته باشه، ما نباید از دنیا خواستایی داشته باشیم. برادر محترم، قبل از که به سوال شما بیایم، به جناب آقای سیدی باید بگویم که اگر استقبال میکنه حکومت به خاطر مصالح ملی و به خاطر اینکه اونا دوباره در دستان استخبارات دنیا قرار نگیرند و دوباره علیه افغانستان استفاده نشن، با اونها راه مفاهمه و مذاکره و دوباره بر افغانستان را باز کردن و عفو عمومی شده و اونا میتونن بر افغانستان برگردن. اما مظالم، وحشتها، دزدیها و فجایعی که علیه ملت افغانستان را اونا انجام دادن، اونا یاد و فراموش هیچ کس نخواد شد. من فراموشم نخواد شد که از دست اونا خانه زندگیم و قوم خیشم زیر آوار بمباردمان ها از بین رفتن. ما کرزه‌ای که فعلا در خانه خود نشسته و در حکومت از او بیش از 56 نفر دوستا و عزیزان ما را از دست دادیم، ما اونا را فراموش نمی کنم. اما ای عفا، ای ترحم و ای شفقت نظام اسلامی است که ما را وابعی داشته که بدترین دشمنان خود را برادر خطاب بکنیم و در پالوی خود نگهش بداریم و ما جرأت ای را نتونیم که حتی دست برشان دراز بکنیم، در حالی که بدترین ظلم علی ما انجام داده. یک مسئله. مسئله دوم، من حیث یک مجاهد و یک افغان هیچگاه از امریکا نخواستیم که دوباره به افغانستان بیا. اما این ضرورت حکومت ها و نظام ها است. امریکا دوری قبل دوری اشغالی بود، دوری بود که حقوق افغان ها را زیر پا کرده بود
بر اهداف سیاسی و نظامی و عقیدوی خود آمده بود. دو افغان ها نخواست با زور و تفنگ و توپ و طیاره و استشهاد و فدایی ها بیرونشان کردند. اما اگر امریکا میخواهد امارت اسلامی با اونها تعامل داره، میخواهد تعامل بکنه من حیث یک همسایه در جهان، یک مسئله. مسئله دوم، ما حکومت خود را از ممالک اسلامی کپی نمیگیریم. کپی حکومت امارت اسلامی از شریعت الهی و نصوص است که قرآن برشان فرمان داده. یک مسئله. ما با تمام دنیا امارت اسلامی تعامل نیک را میخواهیم. ببینین در کجای ادی گناه هست که امارت اسلامی طبق عقیده خود یک نظام میخواهد؟ چرا واتیکان باید یک حکومت مذهبی باشه؟ ها؟ چرا عیسوی ها حق دارن حکومت مذهبی داشته باشن؟ یهودا حق دارن حکومت یهودی در اسرائیل داشته باشن؟ مسلمان ها حق ندارن؟ مسلمان ها حق ندارن نظام اسلامی، ناو اسلامی در افغانستان حاکم باشه؟ چرا دنیا دروی است؟ دنیا دروی است. ببینین حقوقی که اسلام برای انسان ها داده، برای مرد زن، ببینین مساوات یک چیز دیگه است، عدالت یک چیز دیگه. مساوات چرا نیست؟ زن از نگاه فطری عواطفش بالای عقلش غالب است، نیست؟ هست. زن از نگاه فطری نمیتونه قاضی باشه، نمیتونه حکومت دار باشه. چرا؟ عواطفش بیشتر از ای است که یک کار حدود اجرا نمیتونه. زن حدود اجرا نمیتونه. زن دزد را جزا داده نمیتونه، اما مرد میتونه. ببینید یک مسئله است. این مساوات ایجا من گفتم. زن بهترین معلم است. زن بهترین مادر است. زن بهترین پرورشگر است. برای خانواده، برای فامیل و برای جامعه. این حقوقی است که شریعت برای زن داده. زن باید یک ملکه باشه، زن باید یک کسی باشه که باسواد باشه، عالم باشه، یک طفل بسیار نیک و خوب و سالم بر جامعه تقدیم بکنه. این حقوقی است. زن چیز کسی است که جنت زیر پایش داده گذاشته شده. بله، یعنی شما اشاره کردین که زن میتونه پرورشگر خوب باشه، حالا در موارد دیگر میتونه مفیدتر کار بکنه، اما چرا حضور زنان را در بدنه حکومتداری نمیبینه؟ ببینید مسئله حکومت امارت اسلامی چنانی که من معلومات دارم در ابتدای شهر حتی در کابینه در حالت سرپرستی قرار داره و شاید تغییرات با وجود بیاد و در این باره مفاهمات و مذاکرات جریان داره و مشخصا من گفته نمیتونم، اما من مطمئن هستم که حقوق زنان نادیده گرفتن نمیشه. ببینید حقوق زنان چنانی که غرب از این واژه استفاده میکنه یا دشمنان امارت اسلامی که زن نادیده گرفته، حقوق زن نادیده گرفته شده. ما میخواهیم که حقوق بر زنها داده شود چنانی که ما بر دختر و خواهر و زن و مادر خود میخواهیم، بر تمام ملت میخواهیم. ما چطور حقوق دختر خود را زیر پای بکنم؟ من یک مثلا میگم. ما چطور حقوق خانم خود را زیر پای بکنم؟ چطور حقوق مادر خود را، خواهر خود را زیر پای بکنم؟ به هیچ صورت ما اینو نمیخوایم. به هیچ صورت ما نمیخوایم زن ما برده باشه. به هیچ صورت ما نمیخوایم دختر ما یک چیز بی سواد عامیه باشه که فقط وظیفش تولید اولاد باشه و نان پخته کردن. ما هم چون چیزی را نگفتیم، نظام هم چون چیزی را میخواد. اما یک مسئله است، حقوق زن از نگاه شریعت با حقوق زن از نگاه غرب تفاوتات بسیار زیاده داره. کیرا باید ما بگذاریم به حکومت امارات تشکر. اسلامی و سخنگوهایشان که اونا وضاحت بتن. ممنون آقای لیوان. آقای سیدی، حالا قرار نیست که زن در امارت اسلامی نادیده گرفته شوه یا حق برش داده نشه. این که فرافگنی میشه از سوی جامعه جهانی و یا بزرگنمایی میشه، این موضوع به دلیل سیاست های مغرضانه کشور هاست. از حکومت طالبان تقریبا یک سال میگذاره تا هنوز خو زنها مد نظر گرفته نشده. مکاتب دخترانه از سن 6 به بالا واز نشده. ما در کدام اداره، کدام وزارتی، کدام وزیری سرپرست، کدام رئیسی معینی زنی ندیدیم، در نمانده های دیپلماتیک ندیدیم. اگر بعد از این وضع شه او علیده حرفی است که من نمیدانم. بله. اما جناب آقای لیوال گفتن که من شخصا از غرب تقاضا نکردم که ما رو کمک کنیم. آقای لیوال آمده به نماندگی از امارت گپ بزنه و نماندگی خود. اگر به نماندگی امارت گپ بزنه که آقای متقی بسیار تقاضا کرده، آقای عبدالعقی وسیق تقاضا کرده، آقای سراج الدین اقبانی تقاضا کرده، بالاخره حتی جرگه به غیر مستقیم تقاضا کرده.
اگر بعد از دوستانی که به نمایندگی از امارات میان بعد به نمایندگی از امارات گپ زنن، نگویند که به اگریم مه، به شخصی مه، به شخصی مه، شخصی علیحدہ است، به حیث یک مسئول باید صحبت کنند. اما من بازم یک گپ خود بسیار تکرار میکنم، بسیار تکرار میکنم. بله. هر قدر امارات با دنیا تعامل نمیکنه، فشار میته، سختگیری میکنه، فشار برای مسئولین امارات نمیآید. فشار بر مردم مظلوم و فقیر امارات اسلامی میخواهد تعامل بکنه آقای سیدی، اما دنیا یک سیاست درو را در پیش گرفته. نه ببینید، میشه که صحبت کرد، میشه که گپ زد، میشه که اول مثلا امریکا تایید کرد از حقوق بشر نمایندگی کرد، چرا امارات اسلامی امیر رو به عنوانشان مطرح نمیکنه؟ چرا گپ نزنه؟ وقتی که نماینده امریکا به قطر اونور میخواد 6-7 نفر بسیار واجله میروند، همین موضوعات را بس کنن، امرای جنیوا بس کنن، امرای حقوق بشر بس کنن، بشینن تعامل کنن، گپ زنن، قناعت بتن. این خود شده نمیتونه که ما قرب به زانو خود دادیم قرب چرا ایتو میکنه برادر؟ چون همین قرب هستن، اگر خوش هستیم اگر نیستیم. من میگم امریکا تجاوزگر، امریکا ظالم. ببینین همین کشورهای اسلامی که پشتیبانی طالبان بودن، بله 56 کشور، همینا ببینید که امریکا به رسمیت نشناخته، چرا همینا به رسمیت نمیشناسن؟ همین 56 کشور همه کافر هم، همه لعین هم. چرا امارات اسلامی یک کشور اسلامی، چرا اینا اسلامی به رسمیت نمیشناسن؟ من براتون میگم که نهمی امریکایی با همه بدبختی ها، با همه مشکلاتی که داره، تا همی نشناسه همی 56 کشور دیگه مثل مزدور ولک مشناسن، مزدور هستن. یعنی عربستان سعودی مزدور است، نمی قطر مزدور است، نمی پاکستان مزدور است، ایران مزدور است و ده های دیگه اش مزدور هستن. رهبران کشورهای اسلامی امروز به دنیا مزدور هستن، نه مستقل و آزاد. بسیار تشکر آقای لیوال. اگر کشور نگرانی داره، اگر سیاست مغرضانه داره و هر نظر خاصی داره، چرا امرایشان گفتگو نمیشه تا اینکه حداقل اتکا میکنیم به اینکه یک سیاست درو در مقابل افغانستان به پیش گرفته شده و ما نمیتونیم تعامل کنیم؟ چند قبل لوی جرگه یا با جرگه علما دایر شد، در اونجا امیرالمومنین حفظه الله فرمودن که ما با دنیا هیچ نوع تعاملی نمیکنیم، با دنیا کار نمیکنیم و با دنیا نمیخوایم روابط داشته باشیم، روابطی که در تقابل با شریعت الهی باشه. اما ما میخوایم با دنیا روابط داشته باشیم، تعامل داشته باشیم، با دنیا میخوایم تعامل بکنیم در پرتو شریعت الهی. اگر یک حکم شریعت الهی زیر سوال قرار میگیره، ما او روابط را نمیخوایم. بله، اما چی خواسته دنیا؟ چی چیز خلاف شریعت اسلام تا هنوز از افغانستان خواسته؟ هیئت امارات اسلامی چند قبل با سرکردگی وزیر خارجه افغانستان امیرخان متقی در قطر با هیئت بلندپایه امریکا گفتگوهایی داشتن. بله. که موارد او گفتگوها دوباره به مرجع رهبری امارات اسلامی مراجعت کرده که در او رابطه بعدا ما و شما خبر خواهیم شد که چی چیزهای گفتگو بحث و مورد بحث قرار گرفته و امارات اسلامی بله. قبول میکنه در همین نشست رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از دیدار با سرپرست وزارت خارجه افغانستان انصراف کرد، نخواست ببینه، گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان رینا امیری کی است؟ یک بار تکرار بکنین. نماینده ویژه حقوق بشر آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان. خب رینا امیری نماینده حقوق بشر آمریکا است، نه حقوق بشر افغانستان. رینا امیری حق نداره درباره حقوق بشر افغانستان، بشر و وضعیت زنان افغانستان حق نداره. رینا امیری چیکار است که در حقوق چیکار است؟ آمریکایی که 20 سال در اینجا آمریکا ما مزدور کشیدیم. مثل آقای توماس وستا، بله بگذارین که من این سوال از شما داشته باشم آقای لیوال، مثل که آقای توماس وستا نماینده ویژه در امور افغانستان تعیین کرده، اونا به طبیعت خود قبول کردن، تعیین کردن. رینا امینی چه کاره است که دوباره در حقوق باری افغانستان یا حقوق زنان افغانستان صحبت کنه؟ قرار بود اگر صورت بگیره، اگر امریکا را ما قبول میکردیم در مدت 20 سال ما با ایشان جنگ نمیکردیم. ببینین حقوق بشر و یا نماینده زنان افغانستان، هر زن شوهر داره، خواهر برادر داره، پدر داره. نماینده زنان افغانستان فامیل خودشان هستند، نماینده زنان افغانستان خود زنان افغانستان است. رینا امریکیه، یک آلدست استخبارات سیایی امریکا، او خودش یک گودیگک است. گودیگک چه کارا که بیا با هیئت ما صحبت بکنه؟ ما خودم را قبول نمی کنم یک گودیگک بیا با ببین تو توماس ویست نماینده امریکا است، او هم نماینده امریکا است. ببینین اون نماینده امریکا است، درست است. در درباره حقوق زنان امریکا اگر صحبت بکنه، که اگر امارات اسلامی تخطی کرده باشه، خوب درباره حقوق زنان افغانستان حق نداره. ما
داستان اجنبی بیگانه را نمیخوایم. چی حقوق زن ها باشه؟ چی حکومت داری؟ در رابطه به نویت حکومت داری؟ در رابطه به قانون اساسی؟ در رابطه به شکل دادن حکومت صحبت میکنین؟ مشکل هم میجاست. ببینین مشکل اینه میجاست. ببینین تعامل امارت اسلامی مستقلانه است. امریکا حق نداره بر افغانستان نماینده تعیین بکنه درباره حقوق افغان ها. اگر نماینده تعیین میکنه به خاطر منافع حقوق مردم امریکا تعیین بکنه خوب، اما این نمیتونه بر خاطر اگر میکرد در 20 سال گذشته بود، ما چرا باش میجنگیدیم؟ یک مثلا ببینین تعامل با دنیا وجود داره، در حال گسترش هم هست. همین مسئله کنفرانس تاشکند است نه؟ که هیئت امارات اسلامی با خود خواهند داشت که خود تعامل است. روسیه تعامل داره، چین تعامل داره، پاکستان تعامل داره، ایران تعامل داره. تمام این کشورها گفته آقای لیوال که تا که یک دیدگاه مشترک بین تمامشان به وجود نبه حاضر نیستن که این تعاملشان رسمی بسازن. ما شخصی خودم توقعی را ندارم که در مدت کمتری که ما یک سال میگیم یک سال دیگه هم دنیا ما را به رسمیت بشناسه. دنیا خواستهای از ما داره، از امارت اسلامی خواستهای داره که اگر برآورده شود خوب، اگر نشود خواستها ما در دوره گذشته دیدیم خواستهایشان چی بود. چی هست؟ میشه واضح به اشاره بکنن؟ هیچ کشور دست دوستی بدون هدف به هیچ کشوری پیش نکرده. چیزی که ما شنیدیم آقای لیوال، دنیا از افغانستان میخواین یک حکومت همه شمول تشکیل بدن که تمامی گروه های قومی در او حضور داشته باشن. میخواین که درب مکاتب بر روی دخترها باز شود، میخواین که به حقوق بشر احترام گذاشته شود. حداقل این چیزایی است که ما شنیدیم. خواستای پشت پرده چی است؟ همه شمول به این معنا که اینا اجندای خود را در همه شمول داشته باشن، همه شمول به اینا که فرمان حکومت واحد یا امیر واحد انجام نشه. وقتی که یک امیر حکومت یا امیر المؤمنین فرمان میده، در همه شمول یکی بگوید که ازبک باشه، هزاره باشه، ترکمن باشه، پشتون باشه، تاجک باشه، مدعی حقوقش باشه و پشت منافعش داشته باشه و دست دنیا را با خود داشته باشه و قبول نکنه و اینجا دست استخبارات بیه. همه شمولی که اونا میخواین، همه شمولی که ما میخواییم، میخواییم که الحمدلله حالا ما تمام نماینده های اقوام را در حکومت داریم. تمام ببینه همه شمول به این معنا که ملت ازبک، تاجک، ترکمن، پشتون، ایماق، پشه، همه آرام هستن. جنگ نیست، جنگ نیست، ناامنی نیست، مردم ناراض نیستن. اگر بودن دست به تفنگ می بردن، اگر می بودن مظاهره می کردن. اصلا هم که دست به تفنگ بردن، اونایی که بردن اونا از فرانسه و از ایران و از ترکیه و از اینجاها قرار رهبرایشان نشسته، برای اینا دلار روان میکنن. در حد شاید 20 نفر باشن، ویدیوهای هالیوودی درست میکنن. فایده هست و مرگ نیست، فایده هست و دشمن از بین نرفته و دوباره به رسانه ها میکشن که ما حضور فعال داریم. این چیزی است که ما اونا را ویدیوهای هالیوودی یا بالیوودی میگیم که چیز حقیقت بدور از حقیقت است. این ما نمیتونیم بگیم که تقابلات، فقط هم یک منطقه کوچک خرد اگر در نورستان میبود، اگر در هلمند می بود، اگر در لوی پکتیا می بود، اگر در لوی قندار می بود، اگر در ازبک نشین و ترکمن نشین ما می بود، که اینا کتله کلان بزرگ اقوام است، ما می گفتیم که مردم از حکومت ناراض هستند و این حکومت هم شمول نیست. حکومت هم شمول است. من حیثی اگر افغان از هیچ چیزی نمیخوام جدا دارم. بحث ما در این رابطه نیست آقای لیوال، اما منظورتان از کتله بزرگ و کتله کوچک چی میتونه باشه؟ ببینین کتله بزرگ را براتون گفتم. ما وقتی میگیم لوی کندهار چند ولایت است، لوی پکتیا میگیم چند ولایت است، شمال ولایت شمالی میگیم چند ولایت است، در مجموع اگر 3-4 ولایت ناامنی بود، مشکلات ها بود، یک کتله بزرگی بود که از حکومت ناراض بودن. اما زمان میایم در یک ولسوالی کوچکی که فعلا 5-6 یک ولسوالی بود که دوباره تبدیل به یک ولایت شد، مال ولایت قبولش داریم و در پنشیر هم در یک سر در سراکوهای بلند بلند یک دو تا یاغی که از خانه و از پدر و مادر آق بودن و دزدی و به رهزنی و به فحشا و لواطت و بچه بازی مشهور بودن، اونا رو نمیتونیم که منحیث یک تهدید برای نظام تقبل بکنیم. تهدید نیست، یک نامنی است که اونا ایجاد میکنن، کوشش میکنن ویدیوهای درست بکنن تا مفادات استخباراتی به دست بیارن. سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از وقفه دنبال کنید. با
ادامه این بحث بازم خوش آمدین آقای سیدی. فرصت اندک است، میخوایم بحث جنبندی بکنم. دنیا خواستهای نامشروع و پنهانی از حکومت موجود در افغانستان داره و این باعث شده که همین سناریوی برسم شناخته نشدن امارت اسلامی حداقل نزدیک به یک سال طول بکشه و اگر این گونه پیش بره، چیزی که آقای لیوال به او اشاره کردن، یک سال دیگر هم متحمل است. یک خواهش دوستانه دارم از شما. من استاد پوانتون بودم، دیپلمات بودم. بعد از این دوستان هر کسی که دعوت میکنیم بسیار لازم است که صحبت و اخلاق صحبت را مراد کنند. مثلا فلانی لواتکار، فلانی چی گفار از یک رسانه فکر میکنم که نه اسلامی هم چه گفار، نه انسانیه. دوم، جناب آقای لیوال میگویند که امریکا حق نداره نماینده تعیین کنه. بله. شما کسی باید بیارین که موضوعات رو بفهمه. هر کشوری به شمول افغانستان حق داره به کشور دیگری سفیر تعیین کنه، نماینده حقوق بشر تعیین کنه، کنسول تعیین کنه، نماینده خاص تعیین کنه. میگه دیگه کشور حق نداره که افغانستان نماینده تعیین کنه. همین منطق شما ایجاب میکنه؟ ببینید این بله، نماینده حقوق بشر تعیین کنه، نماینده زن تعیین کنه، او حقش است. باش او میته، ما نمیتیم. باز دوم، آقای لیوال میگه که ما حقوق بشر، حکومت ما قبول نداره. این رقمه حقوق بشر برای حکومت نیه، حقوق بشر برای امارت نیه، حقوق بشر برای طالب نیه، حقوق بشر برای اتباع افغانستان. اتباع یعنی 35 میلیون مرد و زن. مرد و زن افغانستان همه حقوق بشر نیست که رد کنن، قبول ندارن. من بحث دیگری ندارم. به امیدوار هستم که بعد از این در بحث های شما، اگر آقای داروش، اگر اخلاق ادب مراد نشه، اشتراک نمیکنم. تشکر آقای سیدی. آقای لیوال، شما صحبت ها را داشتین. هر کشور میتونه مثل از اینکه سفیر تعیین میکنه، از لحاظ روابط دیپلماتیک مثل از اینکه میتونه نماینده خاص تعیین بکنه، میتونه در رابطه با موضوعات حقوق بشری هم نماینده های تعیین بکنه و حقوق بشر چیزی است که اتباع افغانستان به اون نیاز داره. در کل دنیای غرب یا دنیای کفری برشان قابل تحمل نیست که در افغانستان حکومت اسلامی قائم بشه و اینها مشکل اساسیشان حقوق بشر، حقوق زن این و آن نیست. اینها پشت پرده اهداف پنهانی سیاسی و استخباراتی و عقیدوی دارن که اینا میخوان تک قطب قلدر و کسانی باشن که فقط دنیا زیر سلطه اینا باشه. عقاید، مفکوره ها، مذاهب به فکر و به زیر اداره اینا کنترل بشه و زیر اداره اینا بیرون بشه و نظام به طبق مراد اونا به پیش بره. اما الله متعال بر مسلمان ها حکم کرده که نظام الله متعال را در زمین الله متعال حکم بکنند و ملت دنیا را و انسان های تمام دنیا را دعوت به حکومت اسلامی و به دین اسلام بکنند. یکی از اهداف ما انسان ها که پیدا شدیم است. ما این را باید درک بکنیم. و در آقای لیوال، از آغاز برنامه با شما تاکید کردیم، روی ازی صحبت کردیم که چگونه میتونیم روابط را با دنیا گسترده تر بسازیم. شما همواره گفتیم که دنیا نیت نیک نداره، نمیخواید رابطه مستقلانه با افغانستان داشته باشه، خواستهای استخباراتی دارن. حالا تمام این موارد وجود داره، پس ما چه کار میکنیم؟ با دنیا تعامل نمیکنیم؟ ببینین، زمانی که ما به داخل رنگ میریم، وقتی حریف ما ضعیف باشه، از هر نیرنگ کار میگیریم، نیرنگ‌های مختلف تا حریف دوتر از پادر بیاریم. تا ای که حریف اگر مقاومت بکنه و مقاومت بکنه علایده که پس ما در همچه حالت قرار داریم. حریف امارت اسلامی تمام دنیا است و میخواه از نیرنگ های مختلف اهداف خودشان را به نحو بالای امارت اسلامی بقبولانند و امارت اسلامی میخواهد با دنیا تعامل داشته باشد، تعامل بدون نیرنگ، تعامل بدون خاص، تعامل بدون فشارهای سیاسی، تعاملی که اما در طول نزدیک به یک سال موفق به این کار نشدیم. شما میگین که یک سال دیگه هم حداقل زمان میبره، اما فکر میکنیم که مردم تحمل همی بی سرنوشتی سیاسی را دارن؟ برادر محترم، من فکر میکنم که در یک سال گذشته، در حالی که امارت اسلامی با تقریبا تمام دنیا که بگویم به سرکردگی امریکا بود، در تقابل نظامی قرار داشت و ما زمانی که از یک جنگ بسیار خطرناک 20 ساله بیرون شدیم و در کمتر از یک سال توقع داشته باشیم که با او کسانی که ما تا دیروز
دست به سنگر و تفنگ بودیم، اونا را دوباره به میز مذاکره و میز دیپلماسی و سیاست بکشونیم. یک توقع بسیار میز مذاکره پیش از اینکه این جنگ تمام شود جریان داشت. او زمانی بود که امریکا به ناچار مجبور بود به دنیا نشان بده که ما در میدان نظامی شکست نخوردیم و از راه مفاهمه و مذاکره ما قبول کردیم که از افغانستان بیرون میشیم و بعضی خواسته ها را به امارات اسلامی ابراز کردیم، اونا اطمینان دادن و ما هم بیرون شدیم. این یک مسئله بود که مجبوریت امریکا در منطقه بود، یک مذاکرات. و مذاکرات بعد از حکومت که حکومت امارات اسلامی قائم شد، روابط دیپلماتیک ما فعلا در سطح منطقه امارات اسلامی روابط دیپلماتیک خود را گسترده کرده، محکم کرده، روابط دیپلماتیک جریان داره. و ای که غربی که ما در تقابل بودیم وقتگیر است، زمانگیر است تا اونها درک بکنن که خون ملت افغانستان را بناحق ریختانده بودن، افغانها را بناحق ترورست خطاب کرده بودن، اونها درک بکنن که افغانها قاتل نبودن، ترورست نبودن، افغانها به هیچ بشر، به هیچ انسانی در دنیا خطر نبودن، نیستن، و اونها خودشان به شرمساری و شرمندگی دست دوستی به مردم افغانستان و حکومت افغانستان دراز بکنن و شرمساری جنگ خودشان. ما منتظر بانیم که دنیا خودشان بیاین و بگوین که ما میخوایم امروز شما تعامل بکنیم. من خودم شخصی خودم که در تقابلشان قرار داشتم، من نمیخوایم که یک اساس دین و شریعتم زیر پای گذاشته شود و که من با دنیا تعامل کنم. هدف من نظام اسلامی است. تعامل با دنیا به معنی پا گذاشتن روی شریعت است؟ فعلا دنیا همین را میخواه. فعلا دنیا همچو تعامل را میخواه. اگر نبینین، اگر دنیا روابط نیک میخواسته، حکومت را باید در مسائل اقتصادی، مسائل بشری و مسائل طبی کمک میکرد. بدور است، مسائل بشری را نباید. چرا پشتیوانی پولی افغانستان را اینا امریکا دزدید، قابید، ولی دنیا سکوت کرد، هیچ نگفت. او سرمایه طالبان نبود، سرمایه افغانستان بود، پشتیوانی پولی، حمایت پولی افغانستان بود. پول افغانستان را اونا کاغذ ساختن. بله، درست است. چرا دنیا صدا بلند نکرد؟ چرا دنیا علیه مظالم امریکا، چرا دنیا از امریکا وضاحت نخواست که شما در 20 سال گذشته چه طور تروریسم از بین بردین؟ باز چرا با ایشان تعامل کردین؟ چرا با میز مذاکره نشستین؟ چرا حکومت را برشان سپردین؟ اونا که تروریست بودن. ببینین، دنیا خودمختار نیست. با آقای سعیدی احترام بسیار زیاد، آدم محسن بزرگی هستن، آدمی هستن که ما امید داریم که از داشته ها و اندوخته های از اینا برای نفع افغانستان استفاده بکنیم. اینا باید ببینین، ما مشکلات هایی را شاید داشته باشیم، نظام مشکلات هایی را داره، اما این مشکلات ها با انتقاد های سالم درست میشه و از بین رفته میشه. اگر ما انتقادهای غصبانه و مثلا کینه دوزانه داشته باشیم، برای حلی نمیرسیم. ما میگیم بیاین گذشته را گذشت بکنیم. ما بدترین دشمنان خود را بخشیدیم، بدترین دشمنان خود را، قاتل دوست و برادر خود را. ما در میدان جنگ در روز فتح افغانستان و فتح ولایت خود ما دستگیر کردیم. باور به خدا بکنین، در روز جنگی که میتونستم بکشم، اما فرمان امیرالمومنین بود که افس تفنگش گرفتیم، چانتهش گرفتیم، در متسکیل مجاهد خود نشاندیمش، خانهش روانش کردیم. فعلا رفتن ایران، رفتن بیرون شدن، گفت ما میریم چون مظالم کردن و ظلم کردن منطقه رفتن. ما بدترین دشمنان خود را در سنگر بخشیدیم. ما مخالفین سیاسی خود را نمیبخشیم، میبخشیم. ما میگیم بیایم ما تعامل بکنیم، افغان ها باید با خود تعامل بکنیم، افغان ها باید با خود بنشینیم، دنیا با ما تعامل خواهد کرد. تشکر آقای سعیدی. به عنوان آخرین پرسش میخوایم از شما بپرسم، حالا وقتی که تعامل با دنیا به معنای پا گذاشتن روی شریعت است، فکر میکنین که حکومت افغانستان بتونه روابط دیپلماتیکش را با دنیا آغاز کنه؟ اونچه که جناب آقای لیوال میگه، من فکر میکنم حرفای شخصی آقای لیواله. مسئولین امارات اسلامی این حرفا رو ندارن، اونا اکثر آماده تعامل هستن با دنیا، با ارزش‌ها و معیارها، مشروط بر این که دنیا با اونا تعامل بکنه. تا هنوز دنیا در تعامل حاضر نیست. من باز یک گپ خود بسیار تکرار میکنم، فکر شما باشه، افغانستان به آرد و گندم محتاج است، به برنج محتاج است، به تعلیم محتاج است، به بوتر محتاج است، به تیر محتاج است، هر چی که زندگی یک انسان ضرورت داره به محتاج است. بدون تعامل با دنیا، بدون تعامل با دنیا، تنها به یک کلمه شریعت ما این کشور، این کشتی شکسته رو به سر منزل مقصود دست نمیتونیم. اگر میخواییم
مردم افغانستان در بدر شوند، پریشانتر شوند، خاک بسر شوند، گشنه‌تر شوند، بیشتر مهاجر شوند، بیشتر بدنام شوند، در سطح ملی بین ملی انمی رو محکم امی رو ادامه میدید. اما من وضعی خودم گفتم که گپایی که جناب آقای لیوال میگه که تناقض داره، گپاشون تناقض داره. یعنی ما باید بفهمیم که ما در کجای دنیا قرار داریم، دنیا در کجا قرار داره. یک بار دیگر تکرار میکنم، در حالی که از امریکا رو میدانم که یک امپریالیسم جهانخوار است، با خدا که تا امریکا نگویه که طالب به رسمیت بشناسه، اگه پدریم پاکستان بشناسه، ولی اگه پدریم ایران بشناسه، ایران یادتان باشه. سر تشکر، سپاسگزار هستم از حضور مهمانانم، هر یک آقای احمد سیدی، استاد پانتون و همچنان آقای شهاب لیوال، تحلیلگر مسائل سیاسی که اینجا در استودیو با ما حضور داشتن. و سپاس شما که بیننده برنامه امشب تحول بودید. خدا نگهدار.